ملجون امتی کابین 5 ملجون میر شمسی کابین 2 ملجون عظیمی خسرو عظیمی کابین 9 خدا آقا ممنونم که اومدی. خدا مادر تو برات نگه داره و حق مرتضی علی هرچی از خودم خیلی که بهت بده. خدا پدر تو بیامرزه. میبخشی پیغام پس خواه فرستادم، ولی ات میباید میدیدمت. این دفعه رو من بیگناه بودم پریسا. چرا انقدر اصرار داری من حرفاتو باور کنم؟ چه فرقی به حالت میکنه؟ اینقدر این پیرزن بیچاره رو خون به جگر نکن، گناه داره. خدا میدونه تا عمر دارم نوکری تو میکنم، خون شاگردی مادرتو میکنم بیرون بیام از اینجا. به دلم افتاده تو باشون صحبت کنی رضایت میدم. من خیلی خیریت ها کردم تو زندگی، گنده گندش آزاره بوده که تو رو دادم، حالا میفهمم تو چی بودی. هم من اولا قدرت رو ندرستم. نمیتونم باور کنم داری راست میگی پریسا. تو تمام مدتی که باهات زندگی کردم جز دروغ و آزار اذیت هیچی ازت ندیدم پریسا خانم. شاید واسه خنده خواستی بترسونیش، از دست در رفته زدی بهش. از کجا بدونم چیزی مصرف نکرده بودی پریسا؟ من نمیتونم این کارو برات بکنم. سلام. اینا مشتری های مهمی هم پریسا، پای آبروی مؤسسه وسطه. فقط یه موضوعیه که بهتره بدونی، هیچ کس تو این خونه بیشتر از یه هفته دوام نیاورده. منزل آقای موتی؟ بله بفرمایید. یکی دونه هست اما هیچ وقت لوس نبوده. میدونم وضعیتش خیلی سخته، اما خب من و شوهرم هم دیگه نمیدونیم چی کار باید بکنیم. خیلی بد اخلاق شده، غذای درست حسابی که نمیخوره، از جایش هم بلند نمیشه. زحمت نکشید.
اختیار داری، چه زحمتی؟ تقریبا با هیچ کس هم حرف نمیزنی. من میل ندارم. میوه شیرینی؟ خیلی ممنون. چایی که دیگه میخورین؟ باشه، بعد بفرمه. منم بی حوصله شدم. تو این چند ماهه دست و دلم نرفته حتی یه وعده غذا درست کنم. طفلی شوهرم. نمیتونم حتی به خودم برسم. چه برسه به این بچه؟ وقتی مدیرتون گفت که درس پرستاری خوندیم، انگار خدا دنیا رو به هم داده. حتما تو بیمارستان با مریضای بدقلق‌تر از مونا هم برخورد کردین دیگه. زندگیمون حسابی به هم ریخته. من و پدرش هم داریم مریض میشه. خیلی خسته شدیم. اگه شما هم نتونیم باش کنار بیان، دیگه نمیدونم باید دست به دامن کی بشم. مامان جون، ایشون پریسا خانومن اومدن چند بار باید یه چیزو بگم مامان؟ من به کسی احتیاج ندارم. خستم کردین، دیوونم کردین، بذارین به حال خودم باشم. نشنیدید چی گفتم؟ من به مادرت قول دادم که قولتون به من مربوط نیست. من به مادرت قول دادم که اینجا پیشت بشینم، اگه چیزی لازم داشتی برات بیارم. فکر میکنم متوجه شده باشی که مامان چقدر خسته است، چقدر روحیش داغونه. اگه نمیخوای پیشت بمونم نمیمونم، ولی اگه الان برم آبرون پیش مامان تو همکارام میره. من با تو کاری ندارم، نشستم دارم کتابمو میخونم. آخر وقتم میرم دیگم بر نمیگردم. حالا چی میخونه؟ یه داستان از داستایفسکیه. سلام. سلام. باز چی شد آقا بویوک؟ به سوز پدر عاشقی. واسه چی از خونه بیرونت کرد؟ حالا فوتبال داره مسی که ما خیلی باش حال میکنیم. خیلی خوب. بیا ببینم چی کار میتونم بزنیم. به ننه ما میگه خل. میگه دو هفته یه بار که هیچی دیگه، یه روزم نگرش نمیدارم. خب حتما شما هم یه چیزی گفتی عصبیش کرد. والله هیچی بهش نگفتم. مامانی جونم. سلام. سلام، کجا بودی ماما؟
ای آقا بویکو، ستاره خانم باز حرفشون شده بود، یه سر رفتم خونش. این دفعه سر چی؟ بنده خدا مادرش آلزایمر شدت گرفته، نگهداریش سخت شده دیگه. الهی خدا شفاش بده. برو عزیزم، برو لباس تو عوض کن، یه شام خوشمزه برات درست کن. اصلا حرفشون از اندارم، از گشنگی میمیرم، اول بریم شام بخورم. خدا مرگم بده، اینجوری که نمیشه. برو دارم از تشنگی میمیرم. شام چی داری؟ الهی قربونت برم، لوبیا پلو. وای من امروز انقدر حواسی لوبیا پلو کرده بودم. چیه؟ دارم نگاهت میکنم ببینم چی تو صورتته که هر کسی هر کاری داره یه راست میاد سراغ تو. وا وا نداره تو همین مجتمع ما، همسایه ها جرئت نمیکنن به آقا بویوک سلام کنن. اون وقت بویوک عین بچه مدرسه یا جلوی تو وای میسه، هر چی تو میگی رو حرف تو حرف نمیزنه. بازی ببینم رفتی ملاقات محسن؟ چی میگفت؟ این همه قرص و دوا جلوی چشم آدم باشه خودش آدمو مریض میکنه. خب حالا این پهلو اون پهلوشیم. خودم میتونم. امروز کدوم درس تو بخونیم؟ درس نمیخوای دانشگاهتو نیمه کاره ول کنی که؟ مهندسی معدن الان به چه دردم میخوره؟ تا اونجایی که من میدونم سه ماه پیش اصلا قرار نبوده تو زنده باشی، حتی کسی مطمئن نبوده از کما خارج بشی. آه. مثلا الان میخوای به من روحیه بدی؟ الان باید خوشحال باشم که نمردم و خلاص نشدم از این زندگی. اونو نیار، نمیخوام ببینمش، بذارش سر جاش. از اون خوبام هست. گفتم اونو بذار سر جاش، لطفا منو عصبی نکن. من به مادرت قول دادم هر کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم. تو خسته نشدی که از بس موندی تو این اتاق و از این اتاق نیومدی بیرون؟ سواره اون نمیشم. از خونه نمیریم بیرون که کسی ببینتت. باشه؟ خانم خانوما یکم راه برو، یه ذره دور بزن. مثلا اومدیم هواخوری ها، با هم قهر کردی؟ باش. چه یه باغونه است، برای اعصاب خوبه. دستتون درد نکنه. مامان جون بیا تو هم یه استکان بخور. میگم تو این شرایط بدترین چیز براش دلسوزی شماست. باید یاد بگیره با سختی های این وضعیت کنار بیاد، وگر نمیشه یه آدم تلخ و ضعیف که حتی نمیتونه خودش بند کفششو ببنده. نگوش که میکنم قلبم میخواد واسه سر جوانیش توی یه لحظه همه چیزش رو از دست داده، درسش و دانشگاهش و نامزدش و آیندهش. نامزد داشته؟ بریم. چی شد؟ گفتم بریم تو. میای یا برم؟ بریم.
سلام خانم. سلام آقا دانیال، حالتون چطوره؟ متشکر. خاله کجا؟ شما تشریف داشته باشین تو آشپزخونه، الان میام. میشه موسیقی رو که صبح گفتی بذاری؟ تو که گفتی موسیقی سنتی دوست نداری؟ صداشم خیلی بلند کن. بهتره. از موقعی که این پریسا خانم اومده یه ذره اخلاقش بهتر شده. خدا عمرش بده، خیلی زن خوبیه. این دفعه اشتباه. سلام. بفرمایید. پریسا جون، دانیال خواهرزاده منه، نامزد مونا که گفته بودم. بله، پس آقا داماد ایشونن. فعلا عروس خانم جواب سلام منم نمیده. با اجازت من برم یه ذره استراحت کنم، خونه داره دور سرم میگرده. برو خاله، منم دیگه دارم میرم. خدا. با اجازتون من دیگه رفع زحمت میکنم. چرا نمیخواد شما رو ببینه؟ راستش دفعه آخر 10 دقیقه دیرتر از اونی که گفتم رسیدم بهش. همین شد بهونه دست مونا خانوم برگرده من بگه که تو از روی ترحم و دلسوزی با من موندی، منم نمیخوام خودمو به تو تحمیل کنم. اینا رو راست که نمیگه. حالاشو نگاه نکن اینا، که انگار عمد کرده همه رو از خودش برنجونه. مونا باشورترین و فهمیده‌ترین و مهربون‌ترین دختریه که من تو کل زندگیم دیدم. خدا میدونه که بعد از اون اتفاق ذره از احساسم بهش عوض نشد. شما میدونین زندگی کردن با همسری که دوچاره یه همچین آرزه‌ایه چقدر سخته؟ بله، من سال دوم پزشکیم. از کل وضعیت جسمی بعد از چند ماه اولین باریه که غذا راحت از گلو میره پایین. مونا خانم قول داده از این به بعد شبا با شما شام بخوره. شما زحمت نکشید خانم، ظرفا رو انشالله من میشورم. اختیار دارم، خواهش میکنم. باز دوباره امروز اومده بود شرکت. عجب روی دارن این مردم. میگم خب اون موقع که پسرت بیرون بود مگه چه گولی به سرت میزد؟ میگه خب مادرم دیگه، چیکار کنم مادرم دیگه. سب کن بابا جون، سب کن. چی کار داری جلوبانو حرف بزنی؟ نمیدونی به هم میریزه؟ مذارت میخوام. از محلتون بیرون نمیریم، میریم پارک سر خیابون یه چرخی میزنیم، زودی برمیگردیم. چرا از خیابون انقدر میترسم؟ طبیعیه، میدونی چند وقت از خونه نیومدی بیرون؟
سرتو بگیر بالا، فکر نکنن احتیاج به دلسوزیشون داری. از کجا اینقدر مطمئنی؟ برای اینکه کلی سیمجیمش کردم. مونا دانیال پسر عاقلیه، میدونه داره چی کار میکنه. فکر نمیکنی احساساتی شده بدنی وقتی پشیمون میشه؟ نه، من فکر میکنم قضاوت تو در مورد اون اشتباهه. اینم که باش حرف نمیزنی و جوابشو نمیدی به نظر من خیلی بچگانه است. تازه اگه بدونید چه تعریفایی ازت میکرد. آره؟ چی میگم؟ میخوام بفهمم که چه تعریفی ازم داره. نمیگم، من که خبرچینت نیستم. تو خواهرمی. میخوای با هم حرف بزنی؟ منصفانه نیست که آدم به خاطر اشتباه یکی دیگه این همه سختی بکشه. تو همون خیابون تصادف کردی؟ هر روز از اونجا رد میشدم. خب شاید شب بوده، راننده تو رو ندیده. راننده گفته یه لحظه نور آفتاب خورده تو چشمش. یه لحظه نور آفتاب خورده تو چشمش. سلام. محسن، تو با کی تصادف کرده بودی؟ با ماشینت به کی زدی؟ یه دختره. اسمش؟ موتی. مونا موتی. این همه کار بد کردم، ایش اتفاق افتاد. اما این دفعه که بی تقصیر بود افتادم گوشه این زندون. میتونم دارم تقاس بس میدم، تقاس بدی هایی که به تو کردم و دارم پس میدم. اما پشیزم، من این تو دوام نمیارم. به خدا دارم خول میشم. خدا شده با خودم عهد کردم از اینجا بیرون بیام. یادم دیگه توی چراغ قرمزم رد نمی کنم. به جن مادرم قسم آدم میشم، به خدا آدم میشم. قبول باشه عزیز دلم. ممنون. میگم حالا که امشب نموندی پیش مونا خانم جونت، بیا یه چای با مادرت بخور. دستت درد نکنه. نوشی جونت.
اگه خودت هم دلت نمیخواد به من بگی چی شده، من اهل پرسیدنش نیستم. مامان، محسن این بار راست گفته. از کجا میدونی؟ اون دختره که بهش زده موناست. مطمئنی؟ حتی اگه نمیتونستم به محسن کمک کنم، بعد حرفشو باور میکردم. اینم که منو فرستادم برای مراقبت از مونا، از اون اتفاقاست که معنی داره. محسن واقعا بیگناه بوده. خیلی وقتا پیش خودم میگم کارای این دختر اشتباهی که زندگیش وقف غریبه و آشنا میکنه، ولی همچین اتفاقای نشونه است. تو داری راه درستشو میری. هر جوری که صلاح میدونی همون کارو بکن مادر جون. سلام. سلام. گفت زنگ بزنم دنیال بیاد تو هم حرف بزنم. چه خوب. خدا رو شکر. نمیدونی چقدر خوشحالم پریزشو. سلام. میگه فرصت میخواد تو مطمئن شی من منصرف نمیشم. البته میتونیم توی مدت هم دیگر ببینیم. به نظر من حرفش منطقیه. فعلا با اجازت خدا بزرگ. این کرامت را بکردیم آشکار، که دهیمت دست اندر وقت کار. تا که آن بیچارگان بدگمان، رد نگردند از جناب آسمان. من تو را بی این کرامت ها ز پیش، خود تسلا دادمی از ذات خیش. این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. یه چیزی بهت بگم، بهم نمیخندی؟ چی؟ از دیشب کف با هم میخوره. من بارها دیدم وقتی مریض به زندگی برمیگرده و انگیزه پیدا میکنه، اتفاقایی میفته که به نظر غیر ممکن میاد. از حالا قول نمیدم که مثل اولش بتونی راه بری، اما اگه روحیات حفظ بکنی و از مراحل سختی که پیش روته خسته نشی، حتما امیدی برای راه رفتنت هست. چون تولد مونا ماه دیگه است، من کادو نگرفتم. درسته. راستش تو جان، ما قرار بود یه جشنی بگیریم. مونا جان فرمودن که با تولد من یکیش کنیم. ما هم گفتیم چشم، اطاعت هم. خیلی عمالی. بفرمه. درسته مونا جان شمتون. مونا جان شمتون. خیلی مبارک باشه. تولدت خیلی مبارک باشه. آخه من از فردا دارم میرم یه اردوی ورزشی، وقت برای اینجور کارا ندارم. اردوی ورزشی چیه؟ بابا منظورش همون فیزیوتراپیه دیگه. بله. پریسا خانم دستون درد نکنه، واقعا زحمت کشید. ما جشن امشب و کلن مدیون شمایی. خیلی خواهش میکنم، من کاری نکردم. امیدوارم که من و خانوادم اونقدر قدرشناس باشیم که هیچ وقت یادمون نره که شما شادی رو توی خونه برگردید. بله واقعا جا داره یه دست مرتب به افتخار پریسا خانم بزنیم. تو میتونی بریم. بریم. خدا بندا یاری کن دلم میلرزد. با این سرعتی که تو داری پیش میری، همین روزا فکر کنم از راکی 4 هم جلو بزنی. آخ من فکر کنم گوشیمو جا گذاشتم، برم بیارم. زودی بیا. یا خدای پروردگار رو به تو توکل میکنم. ای خدا به دل این مرد بنداز، رضایت میده بچه‌ام بیاد بیرون. چه خاکی به سرم کنم خدایا.
خدای من هیچ کسی ندارم به تو دیگه بچه. ای خدا آقا شما رو اون کسی که میپرستم به حقی بچه رو دارم آقا. بفهمه خواهش میکنم بفهم آقا دارد این آقا خواهش میکنم بفهمه آقا من یه مادرم بچم تب زندان گرفته ازت خواهش میکنم ایبا پریسا جون تویی پریسا جون فدات بشم الهی خدا تو رو رسون تو رو خدا به این آقا بگو رضایت بده محسن من میاد بیرون دخترشونم که الحمدلله خوب شده بفهمه خانم بفهمه پریسا جون بفرمه بیرون خواهش میکنم تو که میدونی من این بچه نباشه میبینم پریسا پریسا جون منم چند روزه فهمیدم محسن راننده اون ماشین بوده فقط نمیدونستم چجوری به شما بگم قبول کنین که خیلی سخته باور کردن این موضوع که کاملا حضور شما توی خونه اتفاقی یا از رو تقدیر بوده خانم ولی من 2 سال از محسن جدا شدم من اگه رضایت نمیدم نه اینکه فکر کنین فقط به خاطر دخترمه نه من معتقدم که یه چنین آدمایی نباید توی اجتماع ما همینجور راست راست راه برن آدم خودش تا با چش خودش نبینه باور نمیکنه ولی آقای مطیع آدما عوض میشن بله عوض میشن ولی لااقل در مورد یه چنین آدمایی من کاملا شک دارم ببینید پریسا خانم شما تو این خونه خیلی زحمت کشیدین مونا بخش زیادی از سلامتی خودش رو مدیون شماست من اینو میدونم اما من نمیخوام اون فکر کنه که با احساساتش بازی شده من نمیتونم ببینم که اعصاب زنم به هم بریزه به خاطر اینکه فکر کنه کسی که تو این خونه اومده در رابطه با اون راننده بوده شرمندم خانم منو ببخشید سلام پریسا جون سلام مادر دختر الهی خیر از جوونیت ببین به خاطر محسن که این همه تو رو اذیت کرد پاشدی اومدی براش رضایت بگیری پریسا جون تو محسن رو خوب میشناسیش اون بچه ساده ایه یه اتفاق بود پریسا جون دستم به دامنه محسن نباشه من میمیرم کمکش کن ببینی زیر شلوار کرده تو سرخ کن فکر کرده ماشین لباس شویه نمیتونم ببرمش خونه سالمندان که یه عمری تر خشکم کرده حالا نوبت منه توی آخر عمری تر خشکش کنم خانمت هم که نمیگه ببرش خانه سالمندان ولی شما قبول کن نگهداری از یه مریض آلزایمری خیلی سخته ستاره خانم بنده خدا خسته شده دیگه اعصابش کشش بحث و جدل رو نداره یکم هم شما مراعات حالشو بکن چشم رو چشم خدا خیرت بده منم میام تو نگهداری مادر بهش کمک میکنم شما هم یکم تو کارهای خونه بهش کمک کن هرچی شما بگی خدا از خواهری کمت نکنه خواهش میکنم از من خداحافظ پریسا جان مامانه ممنون آقا بویون
جانم خیلی خوش اومدین. الان میام ستاره جان. کی؟ بی زحمت یکم کمش کن. الان کجاست؟ پریسا با مامانش داره صحبت میکنه. اومدن فکر نکنی مهمون ساده یا ساقدوش عروسی. کی؟ سه هفته دیگه. آقا داماد کجاست؟ اونا اونجاست تو ماشین نشسته. بالا نمیان؟ نه میخوام دو سه ماه دیگه بدون این عصاها خودم از پلاتون بیام بالا. انشالله حلالمون کن پریسا، اون همه محبتتو اونطوری جبران کردیم. این حرفا رو نزن دختر. چرا؟ از سر شرمندگی من این مدت نیومدم دیدنت، اما همین که تونستم سر پام باستم با کمک این عصاها گفتم به هوای یکی دوتا خبر خوبم که شده بیام ازت عذرخواهی کنم. باور کن بابام بعدش پشیمون شد. دیدی دیگه آدم وقتی تو شرط بدیه کارهای عجیب غریب میکنه. آره ولی اشتباه از منم بود. اگه من خودم به بابات میگفتم دیگه موقع فهمیدنش اینقدر غافلگیر نمیشد. فکر نمیکنی یه ذره زیادی خوبی؟ از این کارهای خوبی که تو میکنی منم کردم. چی؟ رفتم رضایت دادم آقا محسن از زندان بیاد بیرون. اول رفتم دیدنش تو زندان، بعد دیدم همه اون چیزایی که تو راجبش گفته بودی درست بود، واقعا عوض شد.